اگه تو هم میخوای این استیک خوشمزه رو داشته باشی و فقط بلدی با تخم مرغ و گوجه املت درست کنی، با من همراه باش که فقط با همین سه تا قلم بهت یاد بدم که یه اسنکی بتونی درست کنی که هم ارزش غذایی داره، هم ارزونه، و هم اگر کارمند و دانشجو و دانش آموزی به راحتی میتونی حملش کنی و لذتش رو ببری. خب اول از همه دو تا تخم مرغامون رو میشکنیم توی یک دو تا تخم مرغامون رو میشکنیم توی یه دونه کاسه، یه مقدار بهش نمک، یه مقدار بهش فلفل، سلیقه ادویه بچه ها، سلیقه، و شروع میکنیم کاملا میکس کردن و هم زدن از زرده و سفیده و ادویه هامون. تخم مرغمون رو که کامل هم زدیم، یک مایتابه ای که در واقع از این مایتابه ای نچسب باشه میذاریم روی یک شعله گرم بشه، چیزی حدود 5 گرم روغن زیتون یا روغن کنجه میریزیم کف تابه، و شروع میکنیم به اینکه کل تابمون رو کاملا به روغن آغشته میکنیم. خب من یه سری توضیحاتی هم میخوام بگم، چون این اسنکیه که در واقع با تخم مرغ درست میشه، تقریبا میشه گفت با مقدار نونی که داخلش وجود داره چیزی حدود 12 گرم خود تخم مرغ پروتئین به ما میده و نان هم به ما پروتئین میده. و یک سوالی که پیش میاد توی ذهن بعضی از افراد، میگن آیا ما پروتئین های گیاهی هم حساب کنیم یا نه؟ زمانی که ما داریم پروتئین در طول روز پروتئین به بدنمون میرسونیم و 80-90% پروتئین رو داریم از منابع با کیفیت نظیر گوشت و مرغ و لبنیات و تخم مرغ میرسونیم، میتونیم پروتئین های گیاهی هم که داره بهمون میرسه از طریق مثلا نان، عدس و لوبیا رو هم جزو پروتئین ها حساب کنیم. و اینکه گذاشتیم گرم شد، این تخم مرغمون که از قبل میکس کردیم میریزیم داخلش. ادویه‌ای که من توی این تخم مرغ ریختم خیلی دلخواهه، پودر سیر، هر چیز دیگه‌ای که ذائقه هر شخصی هست میتونه داخلش باشه. نکته بعدی که میخوام راجعش توضیح بدم اینه که خب کاملا میریزیم توی تاوهمون. اینه که خیلی میپرسن چند تا زرده در طول روز ما مجازیم. حالا من این نونا رو ببینید، اندازه این نونها کوچیکه، خیلی بزرگ نیست. هر یه دونش تقریبا 18 گرمه. من نون توست هایی رو هم دیدم که هر یه دونش 30 گرمه. خب میتونه بستگی به انرژی که شما قراره به خودت برسونی، کالری روزانه داشته باشه. یه دونه رو میندازیم این ور تابه، یکی هم میندازیم این ور تابه، یک در میذاریم روی تابم. تا این بخواد بپزه ما باید دو تا کار انجام بدیم. من یک توضیح راجع به زرده تخم مرغ به شما بدم و یکی هم که باید دو تا حلقه از گوجه فرنگی رو بیاریم برای این در واقع نونمون. زرده تخم مرغ سوال بسیاری از افراده که از کلسترولش میترسن. اول از همه زرده تخم مرغ بسیاری از ویتامین های مهم رو داخل خودش داره، پروتئین با کیفیت داره، کلسترول هم داخل خودش داره. ولی ما باید آگاه باشیم که بدن یک انسان به کلسترول بد هم نیاز داره، یعنی نمیتونیم ما مصرفش نکنیم و اینو آگاه باشیم. ما فقط نباید فلشه در واقع اتهاممون به سمت یک سری از چیزای خاص بره. من زرده تخم مرغ بخورم یا نخورم؟ ولی آیا تا حالا پیش خودت فکر کردی که تمام مواد غذایی که در طول روز میرسونی که مثلا هیچ وقت بهشون فکر نمی‌کنی، چیپس پفک سیب زمینی سرخ کرده است، کیک و کلوچه و بیسکویت، خب اینا چی؟ اینا داخل خودشون کلسترول ندارن. و وقتی که واقع بین باشیم میبینیم که اونا هم ارزش غذاییشون خیلی کمتره. و خیلی از افراد در واقع، حالا اینا که گفتم مثال بوده، خیلی چیزای این شکلی مصرف میکنن که داخل خودش کلسترول هم داره. چیزی حدود، نمیتونیم عدد واحد بگیم واسه یک نفر واسه همه چند تا، ولی بین 2 تا 4 تا میتونه در طول روز مصرف بشه. خب الان وقت اینه که حلوای گوجه فرنگیمونو بذاریم روی نونمون. باز هم بهش میتونیم نمک فلفل بزنیم. خب زمانی که دیدیم دیگه متوجه شدیم که پختمون صورت گرفته و کاملا
تخم مرغمون سفت شده به آرومی برمیگردونیمش و میذاریم که یه طرفش بپزه و مجدداً به این شکل. دیگه اینجا یه کار سلیقه‌ایه، من شخصا خیلی نمیپسندم که بیش از حد بخواد پخته بشه، چون وقتی که تخم مرغ میسوزه یک بوی بدی میگیره. به نظر من تا این حد دیگه کافیه. خب حالا محصول خوشمزه‌مون اینجا داریم، من از وسط نصفش میکنم. به راحتی میتونید با خودتون حمل کنید، دانشگاه، اداره یا مدرسه یا هر جا. خب رفقا این محصول خوشمزه رو با هم دیگه درست کردیم. دیدیم که فقط یه دونه گوجه فرنگی میخواست، دو تا تخم مرغ و نون توست. واقعا غذای کاملیه، یعنی برای افرادی که کم غذا هستن به نظر من غذای کاملی، هم داخل خودش چربی داره، هم کربوهیدرات داره و هم پروتئین با کیفیت داره. خیلی راحت و ارزونه، یعنی نکته مثبتش اینه. و اینکه به نظر من خیلی هم راحت میتونیم توی یک پک، یک ظرف بذاریم و با خودمون هر جایی ببریم و جایگزین بسیار خوبیه به جای کیک و کلوچه و چیزهای این شکلی که واقعا ارزش غذایی ندارن. و در رابطه با ادویه‌ها و سسش هم بگم که من از سس گلوریا استفاده میکنم که به شدت کم کالریه، ولی خب به هر حال طعم تندی داره. و در مورد ادویه هم باز هم میگم کاملا سلیقه‌ایه، نمک، فلفل یا هر چیز دیگه‌ای که میتونید دوست دارید بهش بزنید میتونید کم و زیادش کنید. حتی لایه این در واقع محصولمون به جای گوجه فرنگی یا در کنار گوجه فرنگی از چیزهای نظیر پیاز مثلا سبزی خوردن هم میتونیم استفاده کنیم که خیلی باحال میشه. من نداشتم ولی قطعا دفعات بعدی بخوام درست کنم این کارو انجام میدم. من به نماینده یه از شما تستش کنم. البته قبلا تست کردم، خیلی خوشمزه است. واقعا با حال طعمش. یعنی نکته جالب اینجاست که همین تخم مرغ با املت یک طعم دیگه ای داره، با نیمرو یک طعم دیگه ای و به این شکل هم طعمش واقعا زیباست. امیدوارم که شما هم تهیه کنید و دوست داشته باشید و این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. خدا نگهدار.